ادامه برنامه خوش آمدین صبحتان بخیر در این لحظات جناب مهندس عبدالحد واحد سرپرست و موین پیشین شاروالی کابل با ما در برنامه است جناب واحد سبیسرزاد خوش آمدین صبحتان بخیر صبح شما بخیر خوش بله. صبح خوش بر تمام بیننده های تلویزیون آریانا و هم شهریا کابل شهر بسیار زیاد تشکری که دوت پذیرفتین مهمان ما شدین شما یک تجربه وافر دارین در شارواله کابل جناب واحد صاحب میشه از حصل مشکلات بگید دقیقا که مشکل در مسئولین هست مشکل در ساختار هست مشکل در کارگزار هست یا یعنی نه مردم ما مشکل دارد همکاری نمیکنند در پاکی و صفایی شهر در تنظیم و نظم و انضباط در شهر کابل و اینکه که نه این شهر برای یک یا دو صد ساخته شده ولی بیشتر از پنج میلیون زندگی میکنه این مشکل هست ملای است که دقات تو گپای خوب آدم کدا کلش مشکل هست چیزایی <تصفح> <تصفح> که شما شما دین در کل از این مشکل وجود داره خب بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه شما و اولا خب سلام و احترام و سر خدمت بیننده ها تقدیم میکنم مشکل در تمام از این ها وجود بله. داره این شهر کابل اساسا برای تقریبا دو میلیون نفر به خاطر آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شده بود که آبهای زیرزمینی که در سفره ها زیرزمین وجود داره این برای دو میلیون نفر اکتفا میکرد، کفایت بله. می کرده به خاطر این در یک زمانی که 1978 بود و ماسترپلان اول شهر کابل بله. از طرف با کمک همسایه ما اتحاد شوروی ساخته شده بود اونا اگه شده دو میلیون نفر پیش بینی کرده بودن نفوس شهر کابل و سی هزار موتر در نظر گرفته شده بود به خاطر ماستر پلان یک نسبی دو حدود 300 اش تطبیق شد و با باقی مانده هم تو مان بله. مون نظر به مشکلات هایی که مملکت ما البته از نگاه یعنی مهاجرت ها و از نگاه نظام به هم خوردن و این بدبختی هایی که ما سردوچار شدیم و مردم مهاجر شدن، مسافر شدن، مملکت علاق کردن، رفتن و بعد از اینکه به لطف کرم خدای تالا پس ما صاحب یک بیرق و صاحب یک نظام و صاحب یک کشور شدیم یک بازگشت بسیار سریع از طرف به اصلاح مهاجرین برگشت مهاجرین و بجاجده های داخلی بله. فشار آورد سر شهرهای کلان در مجموع مثلا قندار و هرات و کندوز و مزار شریف و جلال آباد و شهر کابل به خصوص شهر کابل که پایتخت است از این خاطر نفوس بسیار به سرعت بالا رفت و در اون زمانی که مثلا از سالهای 2002 فکر کنیم از 2001 که مردم به برگشت شروع کردن در اون زمان یعنی دولت آمادگی از این نداشت که برای مردم خانه به بله زمین به آپارتمان اپارتمان تبزی کنه و مردم روزافزون می آمدن بله. مردم مجبور شدن که دست به ایمار خودشان بزنن امه. خانه های خودسر و غیر پلانی که بر اساس ارقام که بانک جهانی در سال های 2005 و 2006 اعلان کرده بودن فکر می کنم که 68 تا 70 فیصد ساعت غیر پلانی 67 68 الا -70, 70 فیصد ساعت غیر پلانی در شهر رشد کرده امه. بی نقشه 30 فیصد پس درسته سی وقت پیشتر از کردم سی که سی فیصد کم پلان سابقه تطبیق شده بود اونم ساعت شد حساب یک یا دو میلیون نفر خب بله وایت سایبر گپ شما بله مشکل گفتیم که در هم عرض هستم اگر ما صحبت بکنیم در مورد کانالیزاسیون ما بسیاری از ایمیل‌های داشتیم در یک مدت که یک مدت پیش که بارانای که صورت گرفت بالاخره سرکاک ما بدل به دریا شده بود ده ده ده. مشکل ساختمانی و دیگر مشکلات شهرکای ما شهرک‌هاست در مورد ماستر پلان شما اشاره داشتیم بیاین وایت صاحب در مورد ازی بگوین که مشکل در کجاست یعنی در تطبیق ماستر پلان ها و در می پلان ها و هایی که از طرف شهرداری کابل داده میشه مشکل در تطبیقش در کجاست بودجه این که تخصیص داده میشه آیا مشکل در طریق یا شوی به مصرف رساندن ازی بودجه این یا مشکل در کجاست که به در درست ماستر پلان ها تطبیق نمیشه بسیار خوب سر که خب البته شهرهای بزرگ پایتخت آل خوی یک متروپولیتن سیتی گفتم میشه امید. شهرهای متروپولیس که از سه میلیون بالا نفوس می داشته باشه مستلزم از ایست که زیربناهای شهری در اونجا وجود داشته باشه بلی. زیربناهای اساسی شهری سرک هاست مثلا زیربناهای ترانسپورتی است برق است آب است کانالیزاسیون است و یایده. ما متاسفانه متاسفانه شهر کابل ده هیچ زمان سیستم مرکزی کانالیزاسیون نداشته یکی رداب های سطحی یکی کانالیسیون است که این دو تا از همه کمک فرق داره در دا دیگر ممالک وقتی که اونا سیستم کانالیسیون مرکزی دارن وقتی که آب‌های به با سطحی باران ها می این ای را هم به خاطر از اینکه ممد واقع شده سیستم این رد می کنند سیستم کانالیسیون اونجا البته ها پای, پای کلان است این بیرون از شهر هدایت کرده می شود و ایجاد به مشکلات نمی کنن. حرف دوم در این مورد آبهای باران تو که ما شما در سابق میبینین چمن ببرک داشتیم و چمن زید. حضوری داشتیم و بسیار جاهایی بود که کاسه های آب بود امی کارتی پروان سی و دو اینجا اصلا یک چمنزار که بسیار اونجا نیزار بود مردم بر شکار میرفتن یک کاسه از دور و دور شهر کابل به کوهای آتا شده اونجا جمع میشد اونجا امی کانال وزیراباته که فعلا به نام کانال وزیر آباد یاد میکنیم این اصلا به نام جر وزیر آباد یا به اصطلاح اینا چیز کردن بله. یک جر کردن که همی آبای سطحی را به اصطلاح چیز کنن اینجا پلاننگ کردن و اینجا را شهر جور کردن در حالکه این سی... از بین رفت سی و سال یا سال پیش بوده بله. یعنی همی تصمیمی که شما یک جایی که ساحه کاسه است ساحه جمع... بله. جمع شدن آب است که آبای زیرزمینی تقویت کنه هیچ ضرورت چی نبود که اینجا ما شهر می ساختیم اصلا. متوجه این حال از او خاطر در او زمانه که اینجا شهر ساخته شد خب البته ساختمان های خودسر که من پیشتر از یاد کردم در ها و تپه ها وجود ندارد همین ساختمان های خودسر جناب مهندس هم این حال میگن شاروالی مقصر است چرا اجازه داد؟ این شاروالی چرا وزارت امکشاف شهری اجازه داد؟ چرا وزارت فاویدامه اجازه میکن؟ نه شما اجازه بدین اینجا ما ناگوزیر بودن اول مردم نمیدونه منتظر از این باشه صاحب مردم میتونه که مثلا به یک از فامیل و خود در زیر باران در روی دشت بشینه بلد. که شما باز 15 سال بعد برش مثلا یک منزل فانمیت. اجازه می ته 6 منزل هفت منزل ببینید جای اجازه بیخی از بس خارج از اون جایی که اجازه می ته اون جای اجازهش ساعت, ساعت غل پلانی است در ساعات قللانی ما اصلا اجازه ساختمان اساسی را ندادیم نمیدیم هیچ کس اجازه ساختمان اساسی را در ساعات نداره. ندارد مهم. ای ساختمان ها رشد کرد به خاطر از اینکه ناگزیری بود ولی یک نمیتونه کل فامیل خود بیاد از زیر باران در زیر هفته بشینه در زیر خیمه زندگی کنه نمیتونه این کارا کنه و ما استیش مهمت مردم خود که در یک ارتفاع 700 یا 800 متر در کو میره خانه جور میکنه و فامیل خود اونجا میبره یه یعنی زندگی کردن در کوه قدر ساده نیست که آدم فکر کنه که بسیار آسان از برد خانه از یک خانه جور کنی در 700 متر مریض دارن طفل دارن کلان دارن ریسفید دارن بالاشو پایینشو سرک نی زینه های مثلا درست و اساسی نی بسیار مشکل است این مردم ناگذیر بوده رفتن دشت ها تپا کو هر جایی که به امکاناتش بود رفتن خانه جور کردن البته در پهلوی از این هم بودن آدمای زورمند که یک تپر اشغال کردن تپر تقسیمات کردن برای مردم دیگه فروختن اه. او بیخی دیگه بحث است در وقتی که بسله آدم سر از این گپ میزنه که اینا چطور رشد کرد خب بوده اما بیشتر از این کسایی بودن بس ناگوزیری بود اینا... نه بس بود بود نا که خانه جور کنه سرپناه جور کنه این سرپناه جور شده اما در مرور زمان غم از باید خورده شد بعضی که در ساعات غیر پلانی شما ایرای خدمات کرده نمیتونید سرکای درست نیست سیستم آب نداره شون نداره دیگه نداره یعنی شما که اونجا برین خدا برسونه این یعنی وایت سب شما میگین که مشکل آنچنان که اشاره کردین مشکل در زیر بناسته مشکلات را شما اشاره کردین حالا به خاطر رسیدن به وضعیت مطلوب شهری از وضعیت فیلی که مشکلات زیاد داریم ما در شهر خود چی کارهایی باید صورت بگیره شما بر عنوان یک پیشکسوت حالا در رأس شهرداری کابل که آقای اکرمی قرار داره چگونه ارزیابی میکنین وضعیت را پلان ها و بالاخره طرح و برنامه ها را از طرف شهرداری کابل و یکی فکر میکنین که در تشکیلات باید اصلاحات وجود بیاید یا دیگر کدام کارهای صورت بگیره البته یک مقدار در تشکیلات هم باید اصلاح صورت بگیره واسه که شما ببینید در شهر کدام زندگی میگازین خانه که برام چی نمینه می یک دوکان هست، یک مغازه است، معتراس تا بالا میره، مثلا شفاخانه است، یک مکتب است، یک کودکستان است، پارک است، این چیزا رو میبینه، لازم خالق که ما بره. خانهای دایشی خانه پایین منزل به منزل می‌بینه نظام هایی که در شهر هستن، متاسفانه نظام آبرسانی و کانالشون مربوط یک اداره دیگه است، مربوط ریاست آبرسانی و کانالشون است. نظام ترانسپورت شهری مربوط یک کس دیگه است. ترافیک شهر مربوط وزارت داخل است متوجه هستین یعنی <تصفح> ده این شهر که خب ترافیک و ترانسپورت یکی از گپای ارکان اساسی و عمده <تصفح> شهر است <تصفح> و در مدیریت شهری یعنی یک مدیریت هماهنگ به کار است در شهرهایی که شما متروپولیتن سیتی است اونجا که برین یعنی تمام از این نظام ها حتی نظام به اصطلاح مکتب و کلینیک و کودکستان و تمام از اینا مربوط امو شهرداری از یا مربوط چارواله میشه <تصفح> <تصفح> آبرسانی کانالیزیون برق اول آره برق مثلا مربوط یک اداره است آبرسانی مربوط دیگه شما از قرم مثال دادین مهندس صاحب که 38000 نفر داره ما سفر خلن... که ما تقریبا یک 6 ماه پیش بود ما رفته بودیم به دعوت بانک جهانی اونجا یک مجلس بود یعنی ما اونجا دیدیم اونا 5 میلیون نفوس دارن بله 38000 پرسونل داره 38 8000 پرسونل تنها امنیتی دارن و پانزده اداره پرایوت سکتور یا سکتور خصوصی ممد است که شان متداوم که شان کار میکنه یک سکتور اداره سکتور خصوصی غم فاضلا بشن میخوره یکی غم به اصطلاح چی بگم کانال میخوره یکم غم اه، اه، سالد بیس هر کس بخش خود هر کس ده بخش خود یکی شهرک ها و شهرها برشان میشه بلند منزل ها میسازه خانه سازی میکنن مینتیننس داره مثلا حفظ و مراقبت داره ای کل از این پانزده کمپانی هم ممید همیشه که چون هم کار است اونا میتونن شهر خود اداره کنن مدیریت کنن ما از شهردار کابل مهمان را داشتیم آقای واحد با مزر صحبتش های کردم ولی خواستم کمی این بحث را بگویم گفتن اونا بحث کانالیزیشن که شد گفتن که مسئولیت شهرواری کابل است فانشوران کنم اشاره کردن در صورت که این گونه نیست کانالیزیسون مربوط شهرواری کابل نیست. آبروهای سطحی یعنی امی آبهایی که در سطح زمین جمع میشه رد آبهای سطحی مربوط چاروالی کابل است ما گفتیم چون سیستم کانسیون وجود نداره که شما آنها نیده در او رد کنین و تو او استاده نشه ما سیزده کانال هم اصلا چه باسازی کردیم ترمیم کردیم جور کردیم اما این کافی نیست این شهر که یک اشاره دو میلیون بوده آله به پنج بیشتر از 5 میلیون ای کرده ای رداب های سطحی از یه مستلزم و مطالعه و دیزاین و سروی هست که ببینند که آب از کجا مرج، مرجع آب ها کجاست چقدر از مقدار آب از کجا ها جمع میشه و این چطور باید رد شود چه باید جذب شود از زمین که آب های زمینی پس تقویه بکنه و چه باید از شهر مثلا خارج شود به کدام مسیر ای باید مطالعه شود، و مطالعه از مشکل ساخت سرک هاست با بعض سرک های کارهای شروع شده فرضا امی سرک طرف کارتیناو که از این از پار سال که کارهای شروع شده تا به حال خلاص نشده مشکل از از دید شما در چی چرا مشکل نداره هستند قراردادی وجود داره او یکی از پروژه های بوده که بانک جهانی را ما تشکر میکنیم از کسایی که برای کشور ما برای شهر ما کمک کردن قراردادی هست قرارداد امضا شده و یک مقدار کار خود کرده سال گذشته منتظر از که موسم اجازه به تکونا کار کنن با این باران هایی که ما شما ده یک یک نیم گذشته مثلا داشتیم که هر روز میدین چه باران میشد دی این باران کار سرک نمیتونن پیش برده اونجا کارش در همکاری مردم جناب واحد صرف. فکر چقدر بلند رفته تو هنوز هم فرهنگ شهرنشینی رعایت نمیشه تا هنوز هم بالاخره مردم همکار نیستن 15 سال گذشت ولی تغییر نیامد چرا اینم که این هم یک مشکل اساسی دیگه است که می سیستم تربیتی و نظام به تعلیمی ما نه با. ما در نظام تعلیمی و تربیتی خود باید بازنگری های بکنیم باید بعضی مزامین مثلا در اونجا کمپل سریعا درس ملی باید درس ملی مردم خود زندگی شهرنشینی را برایشان آموزش بتیم چطور همکار باشن چطور محیط زیست اصلا محیط بسلا شهری خود پاک نگاه کنن حالا تعداد میگن باید جریمه شه و قانون پیاده شه از طرف شهروالی کابل کسا که تخطی یعنی یکی از گپای بسیار خوب, خوب است که شما گفتین قانون پیاده شه یکی از گپای بسیار اساسی میز. یعنی حاکمیت قانون یکی از مباحث است که برای اداره یک شهر برای نظام یک شهر سوار از یک مقرری وجود داشته باشه کس که به توجه میکنه در قبال شهر خود پاکی شهر خود حداقل جریمه شو مثل مقرره ها وجود داره اتما قانون به اصلاح شاروالی ها را بازنگری شد تقریبا سه سال است که در وزارت عدلیه مانده ما قانون جمع به اصلاح که هفته تا مقرره ها را که در بخش های مختلف بود اینجا دا دادیم بسلا انتظار از داریم که دوام بسلا پاسی و مرایل خواهد تایی که در اجرا بیاین موجودیت قانون یک بحث است تطبیق قانون دیگر بحث, بحث است دگرست. قانون ها بسیار خوب قانون ها بسیار مقبول مقبول وجود داره اما که تطبیق نمیشه میکنیزم تطبیق, تطبیق قانون وجود نداره این مشکل است ما پیشتر ارز کردم مثلا شما آدم های بسیار زرگو دارین امیانو ببینین سلک های شهر برین بگردین بیست فیصد سرکا مردم مثل سنگار ماندن سرکای شهری ده که مال آمه مردم بند, بند ساختن. کردن امیال دیم ماحول که شما امیال ما شما قرار دادیم طرف کلش بند است بابا یعنی چی؟ از کجا؟ کی با شما اجازه داد که سرکار بند کنید؟ درست نیست مبدل به ملکت شخصی خود ساختن یعنی ما سرکای آمه را نباید مبدل و این بسازیم که مردم یعنی ما مردم و به تکلیف بسازیم من خودم آرام باشم. کی کجا از حالا یک بس امنیت هم است وقتی امنیت نباشه اینا هم میگن که امنیت جان ما در خطر است سوال هیسی امنیت چرا نباشه؟ باید امنیت باشه؟ <تصفح> بله سهیست؟ ما در مرکز در این ای پایتخت که ما نتونیم امنیت تامین بکنیم خب باز بسا مشکل میداشته باشیم نه. باید که امو, امو مراجعه که این کار مسئولیت حالا راهکار منطقی چی هست به نظر شما جناب وایت سید چی کارهایی باید صورت بگیره والا ما بازم مثل که یک قبلی خودم گفتم بله. امی که ما شهر را بتوانیم با صورت درست مدیریت کنیم. این ای کار کی باید, بکنیم. باید بکنه؟ نه کابل هم مراد است. اول خو پیش اولش هم که امنیت باید تامین شود. امنیت خب ما امیدوار هستیم که مراجعی که مسئولیت تامین امنیت دارن، همه تامین امنیت بکنن. دوم حاکمیت قانون است. یعنی تو نشه که فلانی آقا زرگوس پنج منزل اجازه گرفته 15 منزل جور میکنه و کسی نمیتونه جلو از اون بگیره حالا ها این بلند منزل ها و شهرک که در شهر ساخته شده یک پروبلم بسیار کلانه از نگاه کانالیسیون و از نگاه همی کمی از اینا کجا میره این بلد شهر با وجود آورده یعنی محیط زیست بسیار زیاد متاثر ساختن غمش کس نمیخوره بلند منزل خودم سازه و کرای خودم و اون مکانشون خود ما بین جوی سرک بین جوی سرکی لش می است که بشه این قابل تحمل نیست این گپ یعنی گپ بسیار بنیادی است که امی زیر بنای که امنیت حاکمیت دا... قانون قانون و دیگه تشکیل شاروالی را ارزه و تقاضا باید متوازن باشه اول تقاضاها در آسمان است ارزه بسیار پایین است به خاطر اینکه نداره در بعضی حالات تشکیلات کافی نیست و دیگه انسان هایی که به اصطلاح کادر های بسیار ورزیده الحمدلله در کشور ما کادر های ورزیده کم نیست کادر های ورزیده در بخش های مختلف پلان گذاری حفظ و مراقبت مثلا سرسبزی مثلا تنظیم مارکت ها و غیره و غیره این یعنی شاروالی کابل سه موینیت داره یک موینیت مثلا مالی و اداری است بله. خدمات شهری و موینیت فنی و ساختمانی حالا فعلا می فکر می کنم میره به موینیت ترانسپورت شهری نامش تبدیل کردن بله. خوب است موینیت ترانسپورت شهری هم به کار است اما ترانسپورت شهری باید با مربوط از این شاروالی کابل شود نه. ترانسپورت مربوط به وزارت ترانسپورت است متوجه هستید و اینال مدیریتش به یک ذر جنجال است یعنی نه. ما همون نهادهایی که باید که اینا مستقیم همکار باشه باید یا شامل از اداره شود یا به اصطلاح چی میگن امی مدیریت دوگانه داشته باشه حالا ببینید شما باید یک شهر کنترل کنین بلی. یا قدرت قوای فیزیکی کار دارین آدم مسلح کار دارین که با تفنگ کتون در پولیتون یک دوستان نفر مسلح زباد شدی باشه یا نظام آب و برق و کانالیسیون بل. و ترانسپورت مهم. اجازه گشتن موتر پیش شما باشه اجازه لاین مثلا پیش شما باشه اجازه آب پیش شما باشه شما شهر را کنترل کردم می توانید خیلی مشکل است بسیار تشکر ابراز امتنان سپاس از مهندس عبدالاحد واحد موین و سرپرست پیشینی شهروالی کابل که دوتا پیدا کنید خوش از دلت کردیم سپاس شما زنده باشید سیار تشکر شکر بسیار سیار یک میان برنامه و برمیگردیم